بسم الله الرحمن الرحيم. اگر حیات و زندگی انسان فرق کرده، از مهمترین عناصر این را مشاهده بکنید، امتهای گذشته را مشاهده بکنید. اگر این میراث رب العزت، آیا می خواهید شما هم در لیست دعوتگران داخل شوید؟ بله حتما می خواهید. پس همین حالا شما هم می توانید با پرداخت 50 افغانی یک حلقه دیویدی را با 6 موضوع مختلف از 6 عالم بزرگوار به یک فامیلی هموطنی خیش تقدیم نمایید. در مقابل 500 افغانی خیش 10 حلقه دیویدی با 6 موضوع مختلف و 10 فامیل. در مقابل 5000 افغانی خیش 100 حلقه دیویدی با 600 موضوع مختلف و 60 فامیل. پس همین حالا با ما به تماس شده و همکاری خود را آغاز نمایید تا زمینه توزیع برنامه های تولید شده به همه هموطنان عزیزمان فراهم گردد. در این صدقه جاریه حتما سهم بگیرید. بعد از سهم گیری شما این دیویدی ها به طور رایگان توزیع می گردد. جهت سهم گیری خیش در این برنامه با شماره های زیل به تماس شوید: 0700 71 28 14، 0786 170 996. تلویزیون پیمان، زمینه ساز تولید و نشر برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان. آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: تلک حدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. با سلسله خطبه های هفته های گذشته ما و شما برادر اسلامی که در رابطه با مشکلات جامعه اسلامی، با بعد افرادش از احکام اسلام و با بعد حکومت ها از مکلفیتشان در رابطه با احکام دین صحبت میکنیم و گفتیم که پیامدهای زشت از این بعد ما و شما چه افراد باشه و یا چه حکومت باشه، از تطبیق احکام الهی باعث ایجاد یک حرج و مرج و یک کشمکش و نزاع و یک غم و مصیبت در جوامع اسلامی شده که به هر دره که میزنیم که تا این مصیبت ها را ما و شما دور بسازیم، نه تنها که این مصیبت ها افزایش پیدا میکنه بلکه از بین نمیره. و یکی از مهمترین چیزهایی را که در هفته گذشته در رابطه با او صحبت کردیم برادر اسلام، یکی هم مسئله عدم تطبیق حدود و قصاص احکام الهی که دولت‌های اسلامی مکلف به تطبیق از او می باشند. و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردیم که اقامه یک حد در روی زمین از باریدن 70 سال کرده بهتر است و خوبتر است. 70 سال که اگر ما تو باران نداشته باشیم، لیکن اگر یک حد ما تو در روی زمین قایم کردیم، برکت ازی برابر باران 70 ساله می باشد. پس تو خودت فکر بکن که حدود الله جل جلاله، چیزی که پروردگار عالم برای ما تو تعیین کرده و حکومتها و دولتها را مکلف به تطبیق از او کرده، نه تنها که تطبیق نمیشه بلکه با حیلهای مختلف رد هم میشه، با بهانه های مختلف در مقابل عزوم عارضه هم صورت میگیره و حتی قضیه به اینجا هم به اتمام نمیرسه، بلکه بسیاری کسایی که در قلبشان مرض است در رابطه با این حدودی که الله جل جلاله به خاطر امنیت و آرامی و خوشی و سعادت ما تو تعیین کرده، استهزا و تمسخر و تحقیر صورت میگیره. پس خودت فکر کن که ما و شما در کدام حالت باشیم. پس به می جهت خواستم در این هفته در رابطه با خود حدود و قصاص ما و شما صحبت بکنیم. هر یک کم و بیش چیز شنیدیم، هر یک کم و بیش در این رابطه برای ما و شما گفته، کسی به خاطر و اصلاح نیت نیک گفته، کسی به خاطر نیت سو گفته،
کسی افکار ما و شما را در رابطه با یه چیزا مخشوش ساخته، کسی اظهار تعصب از عدم تطبیقش کرده، ولیکن در حقیقت ما تو نمیفهمیم که حدود چی را میگه، نمی قصاص چی را میگه، مکلفیت کی میباشه، شروطش چی هست، به چی خاطر این حدود وضع شده، هدف اساسیش چی هست. تا با وقتی که ما و شما این چیزها را نفهمیم، اصلا انگیزه و شوق و رغبت ما و شما در تطبیق از این امور در ما و تو بیدار نمیشه. برادر استاد، کلمه حدود جمع حد است و حد در زبان عربی به معنای منع میآید. یعنی هر زمانی که ما و شما در رابطه با یک چیز منع میکنیم، حد تعیین میکنیم، این میره به نام حد یاد میکنیم، به این معنا که خط سرخ را تو کشیدی و تو حق نداری که از این خط سرخ دیگه تجاوز بکنی، یعنی به این معنا که گذشتن از این خط سرخ تو منع قرار میدی. و خود کلمه حدود که جمع حد است، این هم به معنای منع معنا میتنه. زمانی که شما مانع تجاوز یک چیز از یک مکان، از یک جای، از یک حکم میشین، این به نام حد یاد میکنن. یعنی به این معنا که حدودش را تعیین کردی، خارج حدود سرکشی کردن، تجاوز کردن منع میباشن. اما زمانی که ما شما حد و یا حدود در اصطلاح فقها ما شما بیان میکنیم، حد در اصطلاح فقها برادر اسلام عبارت از اونمو عقوبت های الهی هست که جهت استحکام ارکان اساسی در جامعه وضع شده. بازم براتان میگم، اگر این تعریف بفهمین همه چیز فهمیدگی است. عقوبت های الهی هست که جهت استحکام پایه‌ها و ارکان اساسی در جامعه وضع شده. چرا انسان من حیث طبیعت بشری و انسانیت که داره برادر اسلام، هیچ وقت به تنهایی خود زندگی کردن نمیتونه و ما و شما ایره به چشم سر مشاهده میکنیم. اگر ما تو سفر بکنیم به طرف هرات، به طرف بلخ، به طرف جلال آباد، دشتهای کلان را میبینیم که هیچ کس در اونجا زندگی، هیچ وقت در اونجا نیست که یک نفر به تنهایی خود زندگی کرده باشه. همیشه زمانی که ما شما در یک قریه، در یک ده، در یک شهر، در دیگه میرسیم، باز میبینیم که مجموعه ای از مردم در اونجا، از خانه هاست، افراد از دوکان، از کار و بار، از همه چیز است. و تو هیچ وقت اصلا در دشت نیست که یک نفر تنها زندگی کرده. تو طبیعت انسان نیست. الله انسان را پیدا کرده و از تمام طبیعت و انگیزه ها و سرشت از او آگاهی داره. پس به می خاطر یکی از ضرورت هایی که انسان به او داره برای اسلام عبارت از وجود اجتماع می باشه، وجود جامعه می باشه. انسان مجبور است که همراه هم نوع خود در یک جامعه زندگی بکنه تا بتانه که هر یک از اینا دست به دست هم دیگر داده مشکلات خود و آن چیزهایی که احتیاج های مبرمشان است او را مرفوع بسازه. و من حیث اگر انسان نمیتونم که تمام احتیاجات خود به تنهایی خود مرفوع بسازم، چی از نگاه ملبس باشه، چی از نگاه خوراک باشه، چی از نگاه پوشاک باشه، چی از نگاه مسکن باشه، چی از نگاه دیگر امورات باشه، حتما و خواه خواه تو به همنوع خود ضرورت داره. ولیکن مشکل در همنوع چیست برادر استاد؟ مشکل در همنوع ایست که پروردگار عالم ما و تو انسانها را با طبیعتها و سرشتهای مختلف پیدا کرده. انگیزه ها و تمایلات هر یک ما و شما با انگیزه ها و تمایلات دیگر ما برخلاف می باشد. سنت الهی است برادر اسلام. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که از ابتدای خلقت انسان برای ما و شما بیان میکنن، حدیث است که در ترمذی رحمت الله علیه روایت کرده به ما که زمانی که پروردگار عالم خواست که آدم علیه السلام اولین انسانی که همه انسان ها از نسل از او پیدا شدند، آدم علیه السلام بدون پدر و مادر راستن و مستقیمن از خاک بیافرینه، ملک را امر کرد و گفت که برو از تمام گوشه و کنار زمین مشت خاک جمع کو که تا ما جسد آدم خلق بکنم و پیدا بکنم. ملک هم آمد از هر گوشه و کنار زمین مشت خاک را گرفت و با این مشت خاک های گوناگون خمیره آدم علیه السلام من حیث اولین انسان گذاشته شد. و به این خاطر است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث می فرماید
این همین قسمه که به اصطلاح خمیره آدم علیه السلام از مشت خاک‌های گوناگون تشکیل شده، به این همین قسم طبیعت‌ها و سرشت‌های هر یک شما گوناگون و مختلف است. یکی طبیعت نرم داره، یکی طبیعت سخت داره، یکی خباثت دهش به حد زیاد است، یکی خیر دهش به حد زیاد می باشه، یکی بسیار حسود است، یکی بسیار متکبر است، یکی بسیار متواضع و فروتن است. و ما شما با چشم سر چیزها را می بینیم برادر استاد. پس اون انسان ها با طبیعت های مختلف پیدا شدن، پس آن چیزی که یک جامعه تقاضا می کنه وجود دولت و وجود حکومت است که تا این همی تمایلات مختلفی که در انسان وجود داره اید تنظیم و ترتیب بکنه. برخی انسانها که بسیار شریر می باشند، برخی انسانها که انگیزه های سرکشی در نهاد از اونها به حد زیاد است، اونها را نگذاره که بالای کسایی که به اصطلاح ضعیف هستند تجاوز بکنند. و برخی کسایی که بیچارگی طبیعت نرم دارن، ضعیف دارن، چیزی کردن نمیتونن، اونا را نگذاره که حقشان ضایع شوه. دین به می خاطر آمده برادر اسلام، دین به می خاطر آمده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولین خلیفه مسلمان ها بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و من در رابطه با ضرورت دولت در هفته گذشته براتون بیان کردم که اصحاب پیغمبر جسد پیغمبر هم ماندن و رفتن برای خود خلیفه انتخاب. در اولین خطبه که اولین خلیفه مسلمان ها برای مردم عرض میکنه، برایشان چی میگه؟ میگه من به این خاطر به اسلام شما خلیفه نشدم که من شما کده بهتر هستم. نه، من به این خاطر خلیفه شدگیستم که تا نگذارم که کسانی که قوی هستند حق ضعفا را زیر پای بکنم، و تا نگذارم که کسایی که حقشان ضایع شده حق از اونها تلف شود، بلکه ما حق مظلوم از ظالم بگیرم و دست ظالم از ظلمش بگیرم. حکومت به این همی خاطر است، دولت به این همی خاطر است، و به می خاطر است که زمانی که ما شما به احکام الهی مراجعه میکنیم برادر اسلام، از اوامر و نواهی ما و شما یک سلسله احکام در ارشادات قرآن مجید و رهنمایی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا میکنیم که مکلفیت تطبیق از این احکام فقط دولت و حکومت داره، و بس دولت و حکومت داره. او متعلق به ما و تو نیست، او متعلق به مولوی صاحب مسجد نیست، او متعلق به اصلاح به معلم صاحب مدرسه و مکتب نیست، بلکه مکلفیت تطبیق از این امور حکومت داره و دولت داره. حکومت و دولتی که به اصلاح تمام امورات رعیت تنظیم و ترتیب میکنه. پس نظامی جهت است که یکی از دلایل را که علما برای ما و شما جهت ارتباط دادن دین با سیاست و با دولت و با حکومت برای موضوع بیان میکنه، این همی یکی از دلایل هم این همیسته که در دین مقدس اسلام موضوع احکام داریم، اوامر داریم، نواهی داریم، ارشادات داریم، راهنمایی های داریم که بغیر از چارچوب حکومت و دولت افراد صلاحیت تطبیق از او را ندارن. اگر در اسلام حکومت نمی بود، اگر دین خواهان دولت نمی بود، اگر اسلام مخالف سیاست می بود، پس چرا خدای قسم احکام برای ما تو وضع می کرد؟ پس وضع از این احکام خودش دلالت به این می کرد که باید جامعه مسلمان ها از خود حکومت داشته باشند، دولت داشته باشند که تا این احکام الهی را تطبیق بکنند. پایه های اساسی در یک جامعه چی تشکیل می دهد برادر اسلام؟ چرا ما پیشتر در رابطه با تعریف حدود برتان گفتم که حدود عبارت از اونمو عقوبت‌های الهی است که جهت استحکام پایه‌های یک جامعه برای ما و شما انسان‌ها وضع شده. پایه‌های اساسی در یک جامعه چیست؟ ارکان اساسی در یک دولت، در یک حکومت، در اجتماع چی می باشد؟ یعنی آن چیزی که افراد با هم دیگر جمع میشن و یک جامعه را تشکیل میدن، یک حکومت را به میان میارن، حتما خب پایه های اساسی داشته باشه دیگه برادر اسلام. اولین پایه اساسی در رابطه با دولت و در حکومت و جامعه برادر اسلام در شریعت اسلام عبارت از دین است. دین اساسی ترین پایه در جامعه می باشه، دین اساسی ترین پایه در حکومت و در دولت می باشه. چرا دولت و حکومت و رعیت همشان مکلف به چی هستند؟ مکلف به تطبیق احکام دین است. خب دین که از بین رفت دیگه، دین که از بین رفت دیگه، تو دیگه چی مکلفیت داره؟
پیدایش موتو در روی عزیز زمین به خاطر تطبیق احکام الهی است. از اوامر و نواهی، اوامر و نواهی که ضایع شد دیگه، دیگه موتو چی مکلفیت یعنی فرق بین موتو یک حیوان دیگه چی شد دیگه؟ حیوان هم میخوره مینوشه خلاص خواب میکنه میخیزه تناول توالد داره و تناسل، موتو هم میخوریم مینوشیم توالد داریم تناسل داریم دیگه، فرق بین موتو باز حیوان چی شد؟ مهمترین مکلفیت انسان در روی عزیز زمین تطبیق احکام الهی می باشد. و این احکام از کدام طریق برای موتو می رسد؟ از طریق دین برای موتو می رسد. پس دین اساسی ترین رکن در جامعه و در حکومت است برادر است. خب دین دیگه کی تطبیق می کنه؟ دین خود جنگل تطبیق نمی شه. حتما باید انسان های باشند که دین تطبیق بکنه. وجود انسان، وجود فرد شخص انسان در یک جامعه، در یک حکومت، در یک دولت رکن اساسی از ارکان دولت و جامعه است برادر اسلام. اگر انسان نباشه رئیس جمهور بالای که حکومت میکنه، اگر انسان نباشه اجتماعی به میان نمی آید. خوبی انسان چه قسم به میان می آید و شرف و منزلت انسان چه قسم باشه نظر به حیواناتی که به اصطلاح اونا هیچ گونه مکلفیت در رابطه با امورات ندارن. پس اینجاست که پروردگار عالم حکمتش تقاضا کرده که اولین انسان بدون پدر و مادر پیدا بکنه، دومین انسان بدون مادر پیدا بکنه، راستن از پدر پیدا بکنه و بعد از اون متباقی انسانها را از ازدواج میان زن و میان مرد، از ازدواج و نکاح شرعی الله جل جلو انسان پیدا بکنه و خلق بکنه. و این حکمت الهی است برادر اسلام. و به جهت از این که چون ما در یک جامعه، در یک حکومت، در چارچوب پرتو اسلام یک جامعه سالم میخواهیم و اگر ما تو جامعه سالم میخواهیم افراد سالم داشته باشیم، پس افراد سالم کی را میگن؟ افراد سالم کسر میگن که از خانواده های سالم به میان آمده باشن. خانواده های سالم کی را میگن برادر اسلام؟ اونمو خانواده ای که در تحت نکاح شرعی یک زن و مرد با هم یک جای شدگی استند. پس در قدم اول ما تو در جامعه به دین ضرورت داریم، به جهت که دین عبارت از احکام و اوامر و نواهی الله است که ما تو مکلف به تطبیقش هستیم. در قدم دوم ما تو در جامعه به انسان ضرورت داریم که باید این احکام تطبیق بکنه. در قدم سوم ما تو به نکاح و ازدواج ضرورت داریم که تا نسل انسان دیگه باقی بانه برادر اسلام. وگرنه هدف تنها قضای شهوت باشه و این شهوت پرستی را که امروز به اصلاح جهان برای موتو باز کرده، دیگه دروازه نکاح را کی تک تک میزنه برادر اسلام؟ دیگه به نکاح شرعی کی تک بک میگه برادر اسلام؟ و اطفالی که هم به میان نه حسب و نسبش معلوم نیست و او انسان چه قسم در جامعه کار میکنه؟ پس حفاظت نسل در جامعه یکی از مهمترین ضرورتهای ارکان جامعه است برادر اسلام. چرا نسل اگر از بین نه بالاخره که بیدن که جامعه از بین میره برادر اسلام. چیز دیگه که در این رابطه ما شما در جامعه ضرورت داریم، جامعه که در اونجا دین است، جامعه که در او انسان است و جامعه که در او نسل انسان باقی میمانه، باید این انسان به شرف و منزلتش باید باشه. شرف و منزلت ما تو نظر به یک حیوان چی است؟ همه ما شما میگیم و در منطق هم خواندیم، در کتاب های منطق هم برای ما شما میگن که الانسان و حیوان ناطق، انسان یک حیوان ناطق است. و شما فکر میکنید ناطق عبارت از نطق است؟ نه، تنها نطق این ویژگی ما تو نیست. و این من شیء الا یسبح بحمدی، هر چیز نطق داره. این همین مرشه که شاید طولش از 5 میلی تجاوز نکنه بهترین گپ میزنه، بهترین سخن میگه برادر اسلام، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن ما تو تسبیح از اونها نمیفهمیم، گپ زدن از اونها نمیفهمیم. وگرنه سلیمان علیه السلام که پروردگار عالم ملک و پادشاهی داده بود که تین از همین مرشه گپ میزد و مرشه پس سلیمان علیه السلام ارشاد و راهنمایی میکرد. پس زمانی که مناطقه برای ما شما کلمه نطق ذکر میکنه، اکثریت تو فکر میکنیم که مراد از نطق عبارت است که نه، نطق کلام نیست، کلام هر چیز، حتی اینمی دیوال بیجان هم تسبیح میگه، اینمی شطرنجی بستا بیجان هم تسبیح میگه، اینمی چوب بیجان هم تسبیح میگه، ولیکن لا تفقهون تسبیح، ما و تو تسبیح از اینها را نمیفهمیم.
پس نطق و گپ زدن ویژگی موضوع نیست برادر اسلام. آن چیزی که از کلمه نطق مناطقه برای ما شما بیان میکنه عبارت از تفکر است و این تفکر توسط چی صورت میگیره؟ توسط عقل صورت میگیره. پس تو خودت فکر بکو از انسان که عقل رفت دیگه از انسانیت از اون چیز میمانه؟ بس فرق بین ما و تو و یک حیوان فقط در رابطه بین این جوهر است که الله برای ما و تو داره. پس حفاظت عقل در یک جامعه اسلامی یکی از مهمترین ارکان در یک جامعه می باشه. هر زمانی که عقول متزلزل شد جامعه متزلزل می شه برادر اسلام. شک نیست برادر اسلام که یکی از ارکان اساسی در یک جامعه قسمی که همه ما و شما می دانیم و امروز هم مردم ادعا می کنند یکی هم عبارت از اقتصاد است که مسئله اقتصاد در رابطه با مال خلاصه می شه. جامعه را تشکیل دادیم، حکومت آمد، الحمل احکام تطبیق میشه ولیکن مال وجود نداره، چی میکنیم؟ پس وجود مال در جامعه هم یکی از ارکان اساسی در جامعه است که تا این جامعه بتانه که به پایه‌های خود استاد شود. هدف ما از این مقدمه چیست برادر اسلام؟ هدف ما از این مقدمه ایست که شریعت اسلام و دین مقدس اسلام که جانب الله جل جلاله برای ما شما آمده و از وقت و زمان آدم علیه السلام تا به وقت زمان پیغمبر و تا به امروز ما و شما را ارشاد و راهنمایی ها میکنه یکی از مهمترین راهنمایی های از دین عبارت از ایجاد دولت ها و حکومت ها است که تا اینمی پایه های اساسی در جامعه را چی بکنن؟ حفاظت بکنن، نگاه بکنن، نگذارن که پایه ها متزلزل شوه. چرا اگر این پایه ها متزلزل شد جامعه متزلزل میشه؟ جامعه که متزلزل شد نموز که خوشی و سعادت و آرامی که به اصلاح هدف اساسی یک جامعه میباشه همش از بین میره. و زمانی که ما شما حدود میگیم برادر اسلام و گفتیم که حدود در حقیقت عبارت از چی است؟ عبارت از اونمو عقوبت‌های الهی است که جهت استحکام اینمی پایه‌ها و ارکان اساسی در جامعه برای ما تو واضح. خب چرا عقوبت‌ها؟ به جهت از اینکه پروردگار عالم میفهمه برادر اسلام الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا او ذاتی که انسان پیدا کرده از این انسان آگاهی نداره؟ از این تمایلات انسان آگاهی نداره؟ از این سرشت طبیعت انسان آگاهی نداره؟ او ذات خوب میدانه که انسانهایی را که ما پیدا کردیم، این بندههایی را که ما پیدا کردیم، در این بندههای ما، در این انسانها کسایی هستند که اونها همیشه میخواهند که نمی پایه های اساسی در جامعه را متزلزل بسازند. همیشه اونها خواهان ایجاد نزاع و کشمکش در یک جامعه میباشند. چرا؟ هر زمانی که نزاع و کشمکش در یک جامعه آمد، پایه های اساسی یک جامعه متزلزل شد، او جامعه را خوف فرا میگیره، رعب فرا میگیره، ترس فرا میگیره، از هر طرف و جامعه مورد تهدید قرار میگیره. و برادر اسلام یک امروز ما تو آرامی نداریم، امنیت نداریم، از هر طرف خوف است، از هر طرف ترس داریم. به چی خاطر؟ به خاطر که پایه های اساسی جامعه متزلزل شده. چرا؟ به جد از اینکه عقوبت هایی را که پروردگار عالم به خاطر استحکام از این پایه برای ما تو وضع کرده او را ما تو تطبیق نکردیم برادر اسلام. پس نمی انسان هایی که می خواهند که پایه های اساسی در یک جامعه را که فقهای کرام به نام ضرورت های خمسه یاد می کنند، ضرورت های خمسه اینه، ضرورت های پنجگانه، پنج ضرورت اساسی ما تو در یک جامعه داریم: دین، انسان، نسل، عقل و مال. این پنج چیز اساسی در یک جامعه است و هر یک از این ارکان از بین برد جامعه از بین رفته و جامعه متزلزل متلاشی میشه. پس اینجاست که پروردگار عالم چون میفهمه که انسان طبیعت داره که در رابطه با حفاظت از این ارکان همیشه مورد تمایل، مورد گرایش ها قرار میگیره. طبیعت انسان همیست برادر اسلام، گرایش های قومی، گرایش های سمتی، گرایش های لسانی. زمانی که تاجک ما یکی از پایه ها را متزلزل ساخت، باز ما در رأس حکومت بودم، باز ما این عقوبت ها را بالای زود تا چرا تاجک ما است دیگه.
پشتون مکه فلان کرد با نه خداوند جل جلاله تطبیق از این عقوبت ها را نه به ذمه ما گذاشته نه به ذمه تو گذاشته که تا مبادا اعتبارات و گرایش های مختلفی که طبیعت انسان داره با این گرایش ها و تمایلات عقوبت ها از بین بره و زمانی که عقوبت ها از بین رفت پایه ها و ارکان اساسی در جامعه متزلزل میشه و از همین جهت است که پروردگار عالم برای حفاظت هر یک از این ارکان اساسی جامعه حد تعیین میکنه ای کاش که ما شما این معنای حدود بفهمیم، این معنای قصاص بفهمیم. اتو فکر نکنیم که حدود قصاص چیزی بوده که چند تا طالب بیچاره که نه سر داشتن و نه پای داشتن آمدن و بسنا دست ببرو کر ببرو سر ببرو بسنا ایدام بکو دیگه بکو. فکر کنیم حدود قصاص این نمیست دیگه. از خدا بترسین برادر استاد، حدود و قصاص چیز هست که نه تنها در شریعت پاک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بلکه در تمام شرایع که الله جل جلاله از آسمان نازل کرده در تمام شرایع حدود و قصاص وجود داشته. در تمام شرایع چرا؟ به جهت از اینکه اسلام از ابتدایی که انسان در روی زمین پیاده کرد خواهان حفاظت جامعه و ارکان اساسی در جامعه بود. چرا ارکان که از بین رفت دیگه احکام الهی تطبیق نمیشه؟ او برادر اسلام ما تو که خلیفه الله هستی میتونیم که به تنهایی خود تمام امورات الهی را تطبیق بکنیم؟ نه، بلکه دم که دست به دست هم داده که تا ای اوامر و نواهی را من حیث خلیفه الهی تطبیق. پس به این خاطر از برادر اسلام که شریعت اسلام میایه و در رابطه با حفاظت هر یک از این ارکان اساسی برای ما تو حد تعیین میکنه و یه حد هم کی تعیین میکنه؟ پروردگار عالم تعیین میکنه و برای هیچ کس صلاحیت نمیده. حاکم باشه، محکوم باشه، پولدار باشه، غریب باشه، فقیر باشه، سیاه باشه، سرخ باشه، سفید باشه، برای هیچ کس حق نمیتونه که حقوقه تبدیل بکنه، تعدیل بکنه و یا ای که در عدم اقامت از او سعی و تلاش بکنه. و این هم برای ما میفرمایه که چون حفاظت پایه‌های ارکان اساسی در جامعه یکی از مهمترین مکلفیت‌های دولت‌ها و حکومت‌ها میباشه، پس تطبیق از این حدود هم به ذمه ما و تو افراد نگذاشته برادر استاد. ما و تو افراد از خود مکلفیت داریم، حکومت از خود مکلفیت‌هایی داره. مکلفیت ما من حیث یک انسان عبارت از ارشاد است، راهنمایی است، امر است بالمعروف نهی است از منکر، بکو راه برایت باز است. ولیکن اینکه ما من حیث فرد بخیزم و عقوبت هایی که الله بالای افراد جهت استحکام از این پایه ها برای ما بیان کرده او را ما وازم نه با شریعتی را چرا برادر اسلام خداوند می فهمد دیگه که اگر تطبیق از این حدود برای افراد میداد تو خودت فکر کن چه حرج و مرج واقع می شد. به طور مثال در رابطه با قصاص بیان میکنه و فرق بین حدود و قصاص در چی هست برادر اسلام؟ حدود زمانی که ما شما میگیم حدود حق الله واحد و یگان است. در یه هیچ کس حق تصرف نداره، نه حق بخشش داره، نه حق عفو داره و نه حق تخفیف داره و نه حق تعدیل. متوجه باشین چیزی که پروردگار عالم گفته زمانی که با شروطش ثابت میشه دولت اسلامی مکلف است، از جمله مکلفیت های اساسیش اینم است که باید این حدود در جامعه اسلامی تطبیق بکنه. اما قصاص عبارت از عقوبت هایی است که الله تعیین کرده ولیکن متعلق به حق کی می باشه؟ متعلق به حق بنده می باشه. فرق بفهمین بین هر دوی از این حدود و قصاص از همدیگر فرق داره. به طور مثال شما یکی قصاص داریم، یکی حد زنا داریم. به طور مثال خدای ناکده یک مرد خیز به اصطلاح به زور بالای یک زن به اصطلاح زنا کرد و زنا هم با تمام شروطش که انشاءالله تعالی بیان میکنه اگر وقت با ما تو یاری بکنه، با تمام شروطش که شریعت گفته، نه ای که یک نفر از زیر میز بخیزه و خلاص فلانی با فلانی زدا کرد علا بیا یه حدود قائم کنی سنگسار بکنی خدا مرشخن بکو دین مرشخن بکو حکومت مرشخن بکو و می قسم ثابت میشه؟ نه، از خود شروط داره. یعنی هدف ما فعلا فرق بین حدود و قصاص است. یک نفر خیز با یک مرد، یک مرد با یک زن زنا کرد به زور بالای زن خواهد جاجاری نمیشه. چرا؟ بهش تا او متجاوز است، مورد تجاوز قرار گرفته. زنا ثابت شد با تمام شروطش. زن حق نداره به خلاص من مردک را میبخشم شما حد و نه 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 زن نه پاچا نه ملک نه هیچ کس حق نداره که از این حدی که در رابطه با زنا تعیین شده کسی را چی بکنه.
برخلاف قصاص برادر اسلام، برخلاف قصاص کسی خیست برادر یک کس به قتل رساند، کسی خیست عمدن پدر یک کس به قتل رساند، عمدن. ولیکن زمانی که جریمه ثابت میشه، جرم ثابت میشه، بالاخره محکمه میایه، قاضی میایه، به اصلاح ورثه مقتول میگه خلاص من یادم بخشیدم، خلاص بخشید خدا و بخشش، قصاص جاری نمیشه، قصاص جاری نمیشه. چرا؟ قصاص متعلق به حق بنده است، بنده میتونه عفو بکنه، بنده میتونه حق خدا بگیره، اما حدود ای حق الله هست. در حق الله هیچ کس حق نداره که به اصلاح دست درازی بکنه. چی وقت؟ زمانی که ثابت میشه برادر اسلام. پس به می جهت هست که به خاطر حفاظت دین که جمله مهمترین ارکان در یک جامعه اسلامی می باشه، کسایی که در مقابل از این دین می خیزن و تجاوز می کنن و می خواهند که پایه های از این در جامعه متزلزل بسازه، اینجاست که شریعت اسلام می آید و حد مرتد برای ما و شما تعیین می کنه که هر کسی که در جامعه اسلامی با اختیار و اراده خود ایمان میاره، اسلام قبول می کنه و بعد از او با اختیار اراده خود از دین خارج می شه و ای به اصلاح کفر خدا اعلان میکنه. متوجه باشین برادر اسلام، کفر خدا اعلان میکنه، ارتداد خدا اعلان میکنه و بعد از اینکه ارتداد خدا اعلان کرد، به جهت از اینکه ارتداد از این در جامعه سرایت نکنه، مردمای دیگر در رابطه با دین به شک نیندازه، اینجاست که شریعت اسلام میایه و برای از انسان میگه و فقهای کرام برای ما تو بیان میکنه که در قدم اول انسان آورده شوه و امرایش صحبت شوه، گب زده شود، دلیل گفته شود و به خاطر رجوع به دین برای از او وقت داده شود. اگر قبول کرد، از ارتداد خود گشت، دوباره به دین آمد، اهلا و سهلا، هیچ کدام مشکل نیست، مسلمان ماست، در بغل خود میگیریمش. ولیکن ارشاد صورت گرفت، راهنمایی صورت گرفت، هنوز هم در ارتداد خود پایبند است، هنوز هم استهزا و تمسخر به دین وجود داره، هنوز هم استهزا و تمسخر به خدا و رسول وجود داره. پس تو در رابطه با این انسان چی فکر میکنی برادر اسلام؟ که یک نفر صراحتا بخیزه صاحب در رادیو و تلویزیون ما تو به خدا و رسول دشنام بده، یک نفر صراحتا بخیزه در اینجا به اسلام بیان بکنه که اسلام فلانه دنیا است و فلانه نیست، چی فکر میکنی؟ آیا در دل ما تو شک ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ آیا پایه های جامعه متزلزل میشه یا نمیشه؟ این بهترین یک شیوه بود برای یهود، برای نصارا که در ابتدا میخواستن که بینمی شکل مسلمان ها را در شک بیندازن. و قالت طائفت من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل الیکم، یک گروهی از اهل کتاب برای یک دیگر خود گفتن که شما در سر روز به آن چیزی که به پیغمبر نازل شده ایمان بیارین و در آخر روز مرتد شوین که تا مسلمان های ضعیف الایمان کس اونا را ما در شک بیندازیم. پروردگار عالم آمد و از این خباستشان مسلمان ها را خبر داد. پس نمی قسم انسانی که میخیزه و پایه های دین در یک جامعه متزلزل می سازه برادر اسلام، اینجاست که عقوبت ارتداد در رابطه با او وضع شده. عقوبت ارتداد عبارت از قتل از این انسان می باشه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم صراحتا فرموده که من بدل دینه فقتلوه، هر کسی که دین خدا تعدید داد از بین ببرید. چی وقت؟ یکی از شبهاتی که در این رابطه با اصلاح دشمنهای اسلام برای ما تو بیان میکنه و ما تو هم فریب از او را میخوریم، میگه در دین مقدس اسلام حریت آزادی عقیده نیست دیگه. حریت آزادی عقیده چی را میگی؟ آیا زمانی که یک نفر مسلمان میشه من او را به زور تفنگ مسلمان میکنم؟ نه، هر کسی که به رضایت خود با اختیار خود به این دین داخل شد و تماما احکام دین دیده و دانسته به او سر ماند و بعد از او که انسان دوباره از این دین خارج میشه و خروج خود هم چی میکنه؟ گفتیم اعلان میکنه. چرا؟ یک نفر اگر در دل خود مرتد شوه، در دل خود کافر شوه، در خانه خود کافر باشه، کفر خود از ظاهر نسازه، شریعت امرا از او کار نداره برادر اسلام. احکام بفهمین، حدود بفهمین که چه وقت ما او تو مرتد از بین میبریم.
مرتد ما تو زمان از بین میبینی که ارتداد خدا اعلان بکنه، مسلمان های دیگره در شک بیاندازه، و اگر نه که در دلش خدا کنه کافر و ملحد بستا که هر مصیبت باشه شریعت به او دگر نداره، او میدانه خدایش میدانه باز روزه که در حضور پروردگارش باز جزاهای برای از او تعیین کرده. پس متوجه باشین که حد ارتداد که یکی از عقوبت هایی که الله جل جلاله جهت حفاظت دین در جامعه برای موتو وضع میکنه، این هیچ وقت به خاطر سختی و به خاطر از این نیست که در شریعت اسلام حریت آزادی و حریت دین قرار نداره. پروردگار عالم از یک جانب برای موتو میفهمه که لا اکراه فی الدین، از جانب دیگر در قرآن برای موتو میفهمه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی که میخواد کافر کفر بگی، هر کسی که خیلی چرا خیلی میگه بسلاد کسی که بسلاد دین خدا نه، برادر مسلمان این انسان کسی است که در رابطه با دین خدا به اختیار خود که داخل شد، زمانی که خارج میشه و خروج خدا بیان میکنه، این پایه های جامعه را متزلزل میسازه. به این خاطر ما ایران نکشتیم که این عقیده خودته، خدا کنه کفر مانده هر چیز را قبول میکنه بکنه، ولیکن ما هیچ وقت نمیخواهیم که مسلمان های دیگر در شک بندازه، هیچ وقت نمیخواهیم که جامعه را متزلزل بسازه. پس عقوبت ارتداد یا حد ارتداد یکی از نظم و حدود است برادر اسلام، که شریعت اسلام برای ما شما جهت حفاظت چی؟ جهت حفاظت دین برای ما تو وسع کرده. پایه دومی که در یک جامعه ضرورت هست و شریعت اسلام به خاطر حفاظت از او آمده، گفتیم خود انسان است، حیات و زندگی انسان. چرا یه احکامت کی تطبیق میکنه؟ این جامعه را کی ایجاد میکنه؟ بالاخره انسان است. پس به خاطر حفاظت حیات و زندگی انسان، عقوبت دیگه که شریعت اسلام میایه و برای ما و شما وضع میکنه، عقوبت قصاص است برادر اسلام. قصاص در زبان عربی به معنای مماثلت معنا میده، یعنی یک چیز مساوی با یک چیز دیگر کردن، و به می جهت است که هر تجاوزی که در اعضای بدن انسان و یا در روح و جان و بدن انسان صورت میگیره، مطابق از او باید که شخص متجاوز مورد عقوبت قرار بگیره. چرا اگر شخص متجاوز مورد عقوبت قرار نگرفت، این همی قسم به اصطلاح جان انسان ها مورد خطر میفته، حیات و زندگی انسان ها در خطر میفته، و بالاخره زمانی که حیات و زندگی موتو در خطر افتاد، پایه های جامعه متزلزل میشه، اون نموست که آرامی و امنیت از بین میره برادر اسلام. پس به خاطر حفاظت حیات و زندگی موتو، الله جل جلاله برای ما شما عقوبت قصاص وضع کرد و گفت که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل کتب. این همین قسمی که در رابطه با نام در روزه برای ما شما کتبه گفته بود، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، در آیت بعدیش برای ما میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، در آیت بعدیش برای ما میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال، کلش کتبه سو برادر اسلام. اونمو دین، اونمو قرآن، اونمو پیغمبری که آمده برای موتو گفته که روزه گرفتن بالای شما واجب است، فرض است بگیره، اونمو دین، اونمو شریعت، اونمو قرآن آمده و برای ما گفته که تطبیق احکام قصاص بالای شما واجب است و فرض است، منتها با یه فرقی که روزه و افراد میگیره، ولیکن قصاص که میکنه حکومت ها و دولت ها میکنه، وظیفه هر کس برای موتو بیان کرده. امروز چند تا انسان هایی که به خاطر اغراض شوم خود در مقابل تطبیق از این عقوبت های الهی میخیزن و قیام میکنن و ما و شما را در شک میاندازن، بناهای مختلف توسط عقول قاصر و کوتاه خود، و با گفته برخی از علما ای کاش کنا عقل داشته باشن، چرا اگر عقل می داشتن هیچ وقتی بیراهی را نمی کردن. عقل سلیم همیشه انسان به طرف فطرت سلیم انسان راهنمایی می کنن. می خیزم و می گم که قصاص در حقیقت این منافی حقوق بشر می باشه. یک نفر خو یک نفر را کش، آلو تو چرا جان یک نفر دیگر را می گیری؟ او برادر محترم، تو انسان جان دادی یا پروردگارش جان داده؟ ما جان از این انسان میگیرم یا پروردگار عالم گفته جان از این انسان بگیر؟ تو زیادتر میفهمی در رابطه با حیات و زندگی انسان یا او پروردگار یک موتو را خلق کرده در جان حیات و زندگی انسان زیادتر؟ و بخاطر نمی شبهات بی اساس و بی پایه و
پروردگار عالم در آیت قصاص برای ما و تو می فرماید و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. یک نفر میگه چه قسم در قصاص حیات است دیگه؟ قصاص خود کشتن است، قصاص خود را بین بردن است. حالا تو می فهمی یا پروردگار عالم می فهمه؟ او برادر است. پروردگار عالم برای ما و تو میگه که در اجرای قصاص حیات و زندگی انسان است در جامعه. جناب محترم تو میگه که در اجرای قصاص از بین بردن حیات و زندگی. ببین که تفاوت از کجا تا کجاست. پروردگار چی میگه و ما و تو چی میگیم؟ گپ گیرا قبول بکنیم؟ شک نیست که گپ پروردگار عالم قبول نیست. یعنی در حکمتاش داخل شویم برادر اسلام. قصاص زمان ثابت میشه که انسان قصدن و عمدن با اراده و اختیار خود با یه اندازه متجاوز و سرکش در جامعه شوه که بره حیات و زندگی یک انسان بناحق بگیره. در این وقت پس هر زمانی که یک انسان در جامعه اینمی قدر متجاوز میشه که حیات و یک زندگی یک انسان بناحق قصدن و عمدن میگیره، تو را به خدا قسم از این انسان دیگه تو چی انتظار داری؟ چی انتظار داری؟ امروز که جان من را گرفت، سبا جان از او را میگیره. این تمایلات و انگیزاده هی وجود داره. و چند وقتی گرفتی در زندان او را بندی کردی، یک پنج شش لک جریمهش کردی، او را به اصلاح تقویه کردی. اگر به اصلاح امسال جان یک نفر را گرفت، سبا جان دو نفر را میگیره. خب تو چی فکر میکنی برادر اسلام؟ زمان جان من را گرفت، من برادر ندارم، من پدر ندارم، من اولاد ندارم، من قوم خیش ندارم. آیا قوم خیش برادر ما در مقابل از انسانی که جان ما را گرفته تو چی فکر میکنی که چی حال میشه؟ انتقام جویی؟ آیا با گرفتن جان یک انسان که ما و تو خون هزار انسان حفاظت کنیم بیشتر است؟ و یا ای که یک انسان بگذاریم و خون هزار انسان به هدر بدیم؟ عقلتان با کار بیندازیم برادر است. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. در اجرای قصاص برای شما حیات و زندگی است. چرا اگر ما یک نفر حیات او کام کدام نفر؟ هر نفر نه دیگه. یک نفر سوان و اشتباهان است پیشش کار میشه، یک نفر دیگه قصد و اراده نداره، یک نفر دیگه به یک شکل دیگه بایستا، قصاص جاری نمیشه. صحیح دیت واجب نکرد. قصاص یعنی گرفتن حیات و زندگی یک انسان. چی وقت لازم میشه؟ هر زمانی که تمایلات شر در یک انسان انقدر سرکشی بکنه که بخیزه حیات و زندگی یک انسان رو بگیره. پس در مقابلش باید که حیات و زندگی خود از دست بده دیگه. قصاص اینه میره میگن حیات و زندگیش رو گرفتی، حیات و زندگیت از دست بده. شما رو به خدا قسم برادرسام، زمانی که در جامعه اسلامی ما و تو مسئله قصاص به صورت درست با شکلی که به اصلاح مردم انجام میتن و حد با شروطی که فقها و احکام دین برای ما شما گذاشته مطابقت ندارد، اگر ما من حیث اگر انسان بخیزم و بخوایم که اگر انسان به ناحق به قتل برسانم و با مجردی که در ذهن ما بیاید که اگر مرا کسی گرفت، پلیس گرفت، حاکم گرفت، در مقابلش من حیات و زندگی خود از دست میدم، شما باور بکنی که اگر من این کار انجام بده. و هر زمانی که ما و تو یک انسان در مقابل نمی انگیزه های شرش ما و شما حیات و زندگیش میگیریم و بالاخره انسان های دیگه میاین و مشاهده میکنن که انسان چرا کشته شد، به جهت از اینکه حیات و زندگی فلانی را گرفته بود. پس ببینید که انگیزه های شر در دل هزارها نفر دیگه ما و شما سرکوب کردیم. حالا تو بگوی که در اجرای قصاص حیات و زندگی در ما و تو هست یا نیست؟ شما را به خدا قسم اگر این قصاص در این دولت اسلامی ما و شما به صورت درست اگر تطبیق شود، این کشت و خونی که روزانه است در هر کوچه و بازار ما و تو میبینیم صورت میگیره برادر اسلام، حیات و زندگی است یا نیست؟ حیات و زندگی ما که در خطر افتاد دیگه در جامعه ما چی میکنم؟ حفاظت دین شریعت اسلام توسط حد ارتداد برای ما و شما حفاظت میکنه. حفاظت حیات و زندگی انسان توسط قصاص برای ما و تو حفاظت میکنه که تا حیات و زندگی ما در جامعه مسئول باشه. شک نیست که انسان از نسل به میان میای برادر استم و نسل انسان هم باید پاکیزه باشه. نسل انسان از نسل گاو و خر باید تفکیک داشته باشه برادر استم. انسان خلیفه الله هست و نسل انسان مطابق آن چیزی که شریعت اسلام برای ما و شما گفته باید در روی زمین بیاید. پس به خاطر حفاظت نسل انسان، به خاطر حفاظت آبرو و عفت و شرف انسان، ببینید که حد دیگه که می آید
و عقوبت دیگه که می آید و الله جل جلاله برای ما تو تعیین میکنه و ما و تو را مسلمان و حکومت های دولت اسلامی را مکلف میسازه که احکام تطبیق بکنن تا از اختلاط نسل در بین مسلمان ها جلوگیری شوه، تا عفت و آبرو و حشمت انسان مسلمان حفظ شوه. این حدود شما تطبیق بکنن. و عبارت از چی از برادر اسلام؟ حد زنا و حد قذف. حد زنا و حد قذف حدودی هست که با کمال تعصب بگویم، احکامی هست با کمال تعصب بگویم که نه تنها که تطبیقش امروز در جوامع اسلامی ما و شما متوقف شده، حتی مسلمان ها در رابطه با اون معلومات ندارن. از حد زنا شاید اکثریت ما و شما شنیده باشیم و عقوبت هایش هم دانسته باشیم که عقوبت حد زنا از شخص با شخص فرق میکنه. و اید هم متوجه باشین که شروط نه که شریعت اسلام به خاطر اثبات زنا گذاشته، شروط نه که شریعت اسلام به خاطر اثبات زنا گذاشته که تا عقوبت بالای از او واقع شوه بر اسلام، آنقدر شروط سخت است، آنقدر شروط سخت است که ما و شما اکثریت نمیتونیم که شروط تطبیق بکنیم. بازم تکرار میکنم براتان برادر هستم، زنا تنهایی نیست برای اسلام که یک نفر بیای بگه فلانی امرای فلانی زنا کرد، علا بیایی سب سنگ سارش کنید، علا بیایی سب در را بزنید، علا بیایی سب توپنگ سارش بگید. شروط را که شریعت اسلام به جهت اثبات زنا برای موتو گذاشته، آنقدر شروط سختش، آنقدر شروط سختش که الا در صورتی که یک زن و یک مرد به اندازه بی حیا شود، به اندازه دیده درا شود که در روی سرک بعد به ملای عام بشینن و زنا بکنن، به این صورت برای ما تو ثابت میشه برادر اسلام. به این اندازه شرم و حیا در یک جامعه از بین بره که دو انسان مرد و زن مانند دو سگ و پشکی را که ما تو میبینیم در ملای عام بشینن با هم زنا بکنن، باز اونجا که شریعت اسلام یه دمش میگیره. واگر نه یک رفت یک نفر در خانه زنا کرد، کسی ندیدش، ثابت نمیشه. یک نفر آمد و گفت که من فلانی زن و مرد دیدم که در فلانه خانه داخل شدن، زنا ثابت نمیشه برادر اسلام. سه نفر آمد و شهادت داد و گفت که ما یک زن و مرد دیدم که در زیر لاف شورک میخوردن، زنا ثابت نمیشه برادر اسلام. چهار نفر آمد شهادت داد و گفت که من یک زن و مرد دیدم که با هم بغل و بغل شده بودن، زنا ثابت نمیشه برادر اسلام. این مشکل ما و توست که از یک طرف دشمنهای اسلام در مقابل از این حدود و قصاص و احکام الهی مقابله میکنند، و در قدم دوم دست ناشنده های خوده، مزدورهای خوده، جیرخورای خوده به نام اسلام، به نام مسلمان پیش میکنند و این حدود و قصاص الهی را بدون شروطش تقدیم میکنند. کتاب برای موتو نشان بده که این حدود قصاص در حقیقت وحشت است، در حقیقت سختی است و ما هیچ وقت خواهان از این نمی باشیم. بسیار بدبخت مردم هستند، هم از بر می زنم، از در می زنم، از این طرف هم می زنم، از اون طرف هم می زنم. فقهای کرام برای ما میگه برادر اسلام که زنا چی وقت ثابت می شه؟ چهار نفر شاهد عدول مرد، شاهد عدول کسی دیگه میگن که عدل داشته باشه، اعتماد داشته باشه، ثقه داشته باشه، بیاین به پیش قاضی اقرار بکنن و بگن که ما با چشم سر خود دیدیم که فلانه مرد با فلانه زن زنا کرد و اینمی قسم دیدیم و اصلا که همبستری با یک خانم صورت میگیره، با اینمی شکل ما ایره دیدیم. تو فکر بکن برادر اسلام که چهار نفر عادل، چهار نفر انسانی نکوکار، چهار نفر انسان با اعتماد، آیا وجدان از او تقاضا میکنه که برای سیل بکنه یک دو نفر زنا بکنن باز بیای شهادت بده؟ ای به چی معناست؟ به این معناست که زنا آنقدر عام شوه، آنقدر دیده درا شوه دو نفر که در ملای عامی عمل انجام بده و حتی انسانهایی که عدول با اعتماد هستن نتانن که بسنا از این چیز خدا بپوشانن، بازو که آمد شهادت داد، بازو جسته که شریعت اسلامی های حد بالاش می، نه دیگه باید که حد تو گرفته شد. سعیز در خانه ترچی کردی کردی، در دکان ترچی کردی کردی، در زیر بوریا هرچی کردی کردی، ولیکن زمانی که در ملای عام نیایی و مردم به یه عمل ازدش تشویق میکنی، نه باید که حد تو گرفته شود. این هم اینجاست که باید حد برای موتو ثابت میشه. جهت حفاظت نسل انسان،
جهت حفاظت آبروی انسان، جهت حفاظت عفت انسان و هر کدام ما شما خواهان عزیز است. حد قذف جاری شده گیست برادر اسلام. هر انسان میخواهی که در جامعه آبرومند باشه، هر انسان میخواهی که در جامعه آبرویش نریزه. امروز ببینید که چقدر ریختاندن آبرو با پیش ما اوتو ساده شده. انسانهای عفیف و پاکدامن، زنهای عفیف و پاکدامن به تهمتهای مختلف متهم میشه و کسی نیست که به اصلاح از اونها را بخوره. حد قذف عبارت از چیز برادر اسلام؟ حد زنا عبارت از حدود هست، عقوبت هست که هر زبانی که عمل زشت زنا صورت میگیره و 4 نفر با چشم سر خود شهادت میتن، بعد از او بازی حد ثابت میشه. اگر غیر متزوج بود اما صد در ریس که الله جل جلو برای ما بیان کرده، اگر متزوج بود اونم اونجاسته که رجمه که بسته حدیث پیغمبر برای ما تو بیان کرده بالایش تدبیر. ولیکن زمانی که یک نفر تو متهم به زنا میکنی و امروز یه چیز برای ما تو عام شده گیست، عام شده گیست، دو زدن مادر، دو زدن پدر و الفاظ رکیکی که امروز ما تو بین یک دیگر خود استعمال میکنیم و ای در حقیقت به عمل زنا و زشت زنا سوق میتن، متوجه باشین که به خاطر گرفتن حد ازی شریعت اسلام آمده و حد قذف برای ما تو بیان کرده که هر زمانی که یک انسان به ناحق یک انسان دیگر متهم به زنا و عمل زشت زنا، یا ایست که 4 شاهد هم رای خود بیاره و یا ایست که 80 دور در پشت خود بخوره. تو را به خدا قسم امروز که انسانهایی که با این زبان درازه که دارد، نه ملا است پیشش میمانه، نه معلم است پیشش میمانه، نه شیخ است پیشش، هیچ کس است پیشش نمیگه، مگر متهم را به 1000 چیز میکنه. اگر انسان یک روز 80 دور در پشت خود خورد، دیگه زبان خود دراز میکنه. ببین که چه حال است. در بازارهایتان بگردید، در موتروانهایتان بگردید، در کلینرهایتان بگردید، در سنوف درسیتان بگردید، در ادارات دولتیتان ببینید چی نیست که نمیشنوید. الو برادر اسلام، این عقوبت به چی خاطر آمده؟ پروردگار عالم میفهمه که تا ما تو عفیف باشیم، پاکدامن باشیم، این چیزا باید بزن بشه. حد دیگر را که شریعت اسلام برای ما تو تعیین میکنه جهت حفاظت عقل ما تو، سو برادر اسلام، عقل ما تو. چرا ما گفتم که اگر عقل از ما تو از بین رفت، دیگه ما تو از انسانیت و بشریت خود خلاص میشیم. ببینیم برادر اسلام، بهترین یک انسان به اصطلاح لوکس، بسیار انسان متمکن دیگه و دیگه، اگر یک بوتل شراب بخوره یا به اصطلاح چرس بکشه و یا تریاک بکشه، چی میشه؟ از حیوان بدتر میشه یا نمیشه؟ ببینید برادر اسلام، جهت حفاظت عقل ما و تو شریعت اسلام میایه و حد شرب و خمر برای ما و تو بیان میکنه که یک انسان به اندازه به اصطلاح بی حیا شوه، یک انسان به اندازه دیده درا شوه که مست و حلس در کوچه ها بگرده و مردم او را مشاهده بکنند، چرا عمل ازی باعث تشویق کردن دیگر ها میشه. در خانه تر چی میکنی؟ خودت میدانی، پروردگارت میدانه. در دکانت که هر چی کردی کدی خودت میدانه، خدایت میدانه. ولیکن این که به اصطلاح علنا بخیزی و در روی سرک به اصطلاح مذهبی، علنا بخیزی و اصطلاح در هتل ها شراب توزیع بکنی، علنا بخیزی و در کوچه ها وزارت تریاک بزنی، نه شریعت اسلامی را نمیخواهی دیگه برادر اسلام. نمیخواهی که در جامعه اسلامی عقول انسان ها متزلزل شود. چرا؟ عقل که از بین رفت همه چیز دیگه از بین میره و به می خاطر است که به خاطر گرفتن دم از این عمل زشت، حد شرب و خمر برای ما تو تعیین کرده که برای تو زنمو زدن 80 دور در رابطه با انسان میشه که به اسلام علنا شراب میخوره و مست میشه و بالاخره با اسلام حکومت اسلامی باید جلو از این بگیره و بالاخره در اخیر که همه ما شما از اون رنج میبریم و همه ما شما خواهان حکم هستیم که ای کاش حکم بیاید و این مالی که ما با عرق جبین و با آبله دست جمع میکنم این محفوظ باشه با دست هر کس ناکس نفته. حفاظت مال انسان، مال یکی از پایه ها رایکان اساسی در جامعه است. در جامعه که مال نبود اصلا جامعه نیست. پس به خاطر حفاظت مال انسان که حب مال یک غریزه انسانی هست، به خاطر حفاظت از او شریعت اسلام میایه و حد سرقت برای ما شما وضع میکنه. حد سرقت. امروز دشمنان اسلام میایین و برای ما تو میگن که حد سرقت بسیار یک عقوبت خشن و بسیار یک عقوبت بیرحمانه بالای انسان است. چرا ما دست یک انسان معیوب بکنیم؟ چرا یک انسان در جامعه از کار بانیم؟ تو خودت فکر کن برادر اسلام، من هیچ چیز نمیگم، یک مثال برات میتونم. جناب محترم تو در یک اداره دولتی موظف هستی، مامور هستی،
و خانوادیتم چوچو پروچ از یک طرف کرای خانه از دیگه طرف نان نانوای از دیگه طرف همش ماندگیسته و بالاخره در آخر ما حکومتم خداوند توفیق داد که تا وقت و زمان ماشته برد داد 5-6 هزار ماشه تا گرفتی بستا آمدی بستا که تا تمام مشکلاتی که در خانواده داری این مشکلات تا حل بکنی در پتن صاحب در موتر میتنی صاحب یک نفر میای مفت که در جیب در دست راز میکنه و 5 هزار تا میکشه من چیز نمیگم خودت بگوی بینمی حالت مشکلات اقتصادی که تو داری تو را به خدا قسم میتم که نمی انسانی که نمی مال تو را از جیبت بینمی قسم گرفته اگر به دست تو بسپارن چی میکنیشه ولی که بغیر از کشتن اگر چیز دیگه هم بکنیش ولی که میگه پروردگار عالم با رحم است میگه نکشش خیره اما دستش قطع کو که تا برای دیگران عبرت باشه او انسان بیکاری که ابله دست مردم ها را گرفت او دست خائن باید قطع شود اگر 3-4 تا وزیر دستشان قطع شوند و در مجلس وزرا به دست بیاین تو فکر میکنی که از دیگه اختلاس بکنه 4 تا قاضی که دستش قطع شوه و در مسند قضا به دست بیا فکر میکنی که از دیگر رشوت بخوره چی بگویم برادر اسلام ای که ما تو تطبیق نکردیم ای که ما تو یه باور دیدیم ای که بنام های مختلف گفتیم به اسلام که حدود چطور است و چی کار است گناه خود ما تو است برادر اسلام پس به این خاطر به خاطر حفاظت مال انسان که در جامعه محفوظ باشه شریعت اسلام می آید و حد سرقت بالای موتو وضع می کنه و صراحتا در قرآن مجید می فرماید بدون تفکیک و السارق و السارقت فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله بدون تفکیک مرد سارق و زن سارق هر کسی که باشه ولو دختر پیغمبر باشه ولو دختر پیغمبر که فکر نکنم کسی نصب و حسبش دیگه بلند باشه فقطو عیدیه وزیر صاحب فلانی زد صاحب 5 میلیون صاحب برد ها چی هست خلاص خیر از اندیوالا است وانش میرم طرفتی گذاشته هم براتان گفتم باز هم تکرار میکنم برادر استم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن قسم به خداست که امتهای گذاشته که هلاک شدن هلاکتشان بینمی خاطر بود که حدود و قصاص الهی را بالای اشراف قوم خود تطبیق نمی کردن و بالای ضعفای قوم تطبیق می کردن خب اگر ما توی حدود قصاص تطبیق نمی کنیم نتیجه بدش و پیامد نفی بدش چی از برادرش هم متوجه باشین که حدود و قصاص بالای افراد صورت می گیره هر زمانی که افراد در رابطه با تطبیق ازی عمل نکردن باز اون جسته که عذاب الهی دامنگیر موتو می شه باز عذاب الهی که دامنگیر موتو شد باز تر خوش دو یک جای می سوزه و تقو فتنت لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علموا ان الله شدید العقاب بتسین از او فتنه الهی بتسین از او عذاب الهی که تنها برای ظالمای شما نمی رسه بلکه عام همه تانه در بر می گیره امروز همه موتو در رنج هستیم یا نیستیم اگر وزیر از در رنج است اگر رئیس جمهور است در رنج است اگر پیاده دفتر است در رنج است اگر مزدورکار است در رنج همه ما تو در رنج مصیبت هستیم چرا به جهت از اینکه عذاب الهی دامنگیر همه ما تو شده وگر نه حدود و قصاص بالای چند افراد انگشت شمار اگر ما تو بس تطبیق بکنیم هم حکومت آرام هم دولت آرام هم خانواده آرام و هم ای ما تو آرام هستیم الله جل جلاله ما شما توفیق و اعمال نیک اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والصحة والمال والأهل والبدن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فيا معشر المسلمين إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بمی شکل که برادر اسلام دولت های اسلامی در رابطه با تطبیق احکام الهی غافل شدن و بیخبر شدن و پیامد های زشت شما از اونها را ما شما در جوامع اسلامی با چشم سر مشاهده میکنیم، بمی شکل افراد جامعه های اسلامی هم به حد از بین دین بیخبر شدن، آنقدر بیخبره که حق از باطل و باطل از حق تفکیک کرده نمیتانند. هفته که در پیش رو داشتیم ما شما که به نام هفته شهید نامیده میشد، همین قسمی که یک تعداد مردم با خون حسین رضی الله تعالی عنه بازی کردن، با خون نواسه پیغمبر بازی کردن و بازی میکنن، با خون نواسه پیغمبر به خاطر انگیزه های سیاسی و اقتصادی و تجارتی خود به مصرف رساندن، به خاطر انگیزه های مذهبی و دینی خود از خون نواسه پیغمبر استفاده کردن. به این قسم یک تعداد جاهلای ما تو هم دارن که با خون شهدا بازی میکنن برادر اسلام، و ما تو شاهدش هستیم. اسلام به خاطر برگزاری از مرده ها نامده برادر اسلام، اسلام به خاطر از آمده که تا زنده را زنده نگاه بکنه، تا زنده را حیات و زندگی ابدی نصیب بکنه. اسلام هیچ وقت به خاطر یاد بود از مرده ها نامده. اذا مات ابن آدم انقطع عمله، اگر در اسلام یاد بود از مرده ها می بود، پیغمبر از ابراهیم خلیل الله یاد بود می کرد، پیغمبر از اسماعیل یاد بود می کرد. اگر یاد بود از مرده ها و شهدا می بود، پیغمبر از کاکای خود حمزه رضی الله تعالی عنه یاد بود می کرد. کسی نه تنها شهید شد، بلکه شکمش پاره شد، گوش و بینیش بریده شد، ولیکن پیغمبر یاد بود نکرد. خدا ابو بکر شفاعتش بکنه. میشه برادر، میشه وقت خود بستن، وقت خود برای بفهمید که در خود چی باید بکنه انسان. برادران اسلام، در دین مقدس اسلام یاد بود از مرده وجود نداره. ای که سالانه ما اوتو کشدیم، هفته وار کشدیم و به اصلاح دیگه کشدیم، یاد بود از مرده بکو، به اصلاح بدعتهای رکومتهای گذشته میکنم اوتو را واجبتیم، از خدا بترسید. و برای از او برادرهای ما میگم، کسایی که با خون شهدا در این هفته شهید که به نام خودشان وضع کردن بازی میکنن و این بدعت ها و این خرافات های را که کسایی که با خون نواسه پیغمبر بازی میکردن انجام میتن، چوکار سیاک و موترار رنگک و تفنگ بزن مردم با خون کان بکش، اگر او شهید زنده میبود هر کدام تو را اعدام میکرد. بازی نکنین، از خدا بترسین، به نام شهدا استفاده های سیاسی نکنین، استفاده های تجاری نکنین، به حضور خداوند، به حضور خداوند سوال میشین، پرسان میشین. با کدام دین است که ما تو به خاطر مرده بخیریم جاده ها را سیاه بکنیم؟ با کدام دین است و کدام اسلام برای ما تو میگه که به خاطر یاد بود از شهدا سر کار را بند بکنیم، مردم را به قتل برسانیم، جنگ بکنیم، دو بزنیم از خدا؟ اینا دشمنای اسلام که میگن به نام اسلام میگن. او برادر اسلام، امروز یهود که یک چیز میگه، من نمیگم کیره فلانیه، میگم یهودی های نمت میکنن دیگه. امروز اگه هندو که یک چیز میکنن، نمیگم که فلانا فرد کرد، میگم هندوهای نمت چیز میکنن. خودم نام بد میکنی، اسلام هم نام بد میکنی، و همون شهید هم روی چه بساده رزاب میکنی. با کمال تعصب بگم که نمی قسم باد ما و شما از دین، چی حکومت ها باشه، چی افراد باشه، همه ما و شما غرق هستیم. پس اگه رجوع ما تو به دین اسلام است برادر اسلام، یگانه رجوع ما و شما تمسک به این دین است، این دین که ضامن سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت ما و تو است. ما و تو این دین را گذاشتیم، در پای چیزهایی میریم که نه عقل باور میکنه، نه خرد او را قبول میکنه و نه انسانیت ما و تو را میپذیره، ولیکن با جهت از اینکه چون منافع شخصی است و سمتی است و قبیلوی است، هر آن چیزی که میخوایم بکنم از خدا بترسین، به پیش الله جل جلاله مسئولیت داریم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصلي وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين الذين يجاهدون في سبيلك حق الجهاد ولا يخافون لومه لائم اللهم امن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل وتم واكبر والله يعلم ما تصنعون ايه